بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، در سال‌های اخیر شمار درگیری‌های خیابانی در ایران به طرز محسوسی افزایش یافته است. زمانی که افراد از سمت جامعه نادیده گرفته میشن، نیازهای اونها نادیده گرفته میشه، به یک طرد اجتماعی میرسن و اونها رو خشمگین میکنه و این خشم تبدیل به رفتارهای پرخشونت میشه و رفتارهای پرخشونت میتونه چنین آسیبهای اجتماعی مثل نزاعهای خیابانی رو بسازه. طبق آمارهای رسمی سال 1400 نزدیک به 600 هزار نفر در ایران به دلیل جراحت‌ها و آسیب‌های ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. به طور کلی حدود 1/3 از کل مراجعه‌ها به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی مربوط به آسیب دیدگان ناشی از نزاع و درگیری است. آمار مراجعه به پزشکی قانونی استان تهران در سال 1400 نیز با افزایش 1.5% نسبت به سال پیش از آن به 96 هزار مورد رسید. آماری که از افزایش نزاع خیابانی در میان زنان نیز خبر می‌دهد. زدخورد‌هایی که در بسیاری موارد به آسیب‌های جسمی و روحی جبران ناپذیر و گاه حتی به نقص عضو و قتل نیز ختم می‌شوند. این همه در حالی است که بخشی از جراحات و ضایعات ناشی از درگیری‌ها به دلایل مختلف به پزشکی قانونی گزارش نمی‌شود. پیشتر وزیر بهداشت ایران در شهریور ماه سال 1396 گفته بود که نزاع‌های خیابانی دومین عامل مرگ و میر در اورژانس‌های کشور است. معمولاً در جوامعی که نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه، آسیب‌های اجتماعی هم رو به افزایش هستند. خب یکی از این آسیب‌های اجتماعی نزاع‌های خیابانی هستند که یک واکنش روانی از بعد روانشناختی میتونه محسوب بشه. ما این واکنش روانی رو معمولاً در پی یک محرومیت و در پی یک ناکامی بسیار شدید و به صورت مستمر و پایدار میتونیم تجربه بکنیم که معمولاً اگر که هر چقدر در جوامع این آسیب‌های اجتماعی و این نابسامانی‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه، قطعاً نزاع‌های خیابانی میزان و شدت بیشتری هم میتونه پیدا بکنه. مقام های مسئول در جمهوری اسلامی از خشم، عصبانیت آنی و گاه حتی گرمای شدید هوا به عنوان شماری از دلایل افزایش زد و خورد های خیابانی نام میبرند. اغلبشان بر سر موضوع های پیش پا افتاده همچون جای پارک اتومبیل، عدم رعایت نوبت در صف‌ها و نگاه نامناسب. شماری از دیگر مقام ها نیز به طور تلویحی آغاز بسیاری از نزاع‌های خیابانی را به تمکین نکردن شهروندان از موازین جمهوری اسلامی ربط می دهند. با اشاره‌ای به آغاز درگیری‌های خیابانی بر سر نوع پوشش زنان، روزخاری در اماکن عمومی و همچنین مزاحمت سگ‌های خانگی برای همسایه‌ها، کارشناسان مستقل اما از زاویه دیگری به ماجرا می نگرند و می گویند که عواملی همچون مشکلات معیشتی، بیکاری، فقر و ناامیدی نسبت به آینده آستانه خشم مردم را کاهش داده است. توسعه فقر آشفتگی های روانی بسیار زیادی را برای افراد پدید میاره که میتونه یکی از عوامل افزایش نزاع‌های خیابانی باشه. و مورد بعدی که بسیار میتونه مهم باشه، الگوهای ناکارآمدیه که ما معمولا از ابتدای کودکی اونها رو دریافت میکنیم، مثل دیدن صحنه های پرخشونت، دیدن صحنه های اعدام، دیدن صحنه های تظاهرات و راهپیمایی هایی که ما معمولا اونها رو از دوران کودکی میبینیم. افزایش نزاع‌های خیابانی میتونه یک اعلام هشدار از عدم سلامت روان جمعی جامعه باشه که حکومت‌ها و دولت‌ها باید یک نگاه ویژه‌ای به اون داشته باشن. آمار درگیری‌های خیابانی در ایران در حالی افزایش یافته که در جمهوری اسلامی ظاهراً غیر از ارائه آمار در این خصوص کار خاصی انجام نمی‌شود. زمینه‌های آغاز این نزاع‌ها همچون مشکلات اقتصادی، فقر و فقدان آموزش‌های لازم نه تنها همچنان پابرجا هستند، بلکه عمیق‌تر می‌شوند. درگیری‌های خیابانی در ایران یکی از معضل‌های فراموش شده در جمهوری اسلامی است.